سلام دوستان، خیلی خوش آمدید. در ویدیو امروز میخوایم در مورد تهیه یک روتین و برنامه برای یادگیری زبان صحبت کنیم. دیدید هممون اوایل که شروع میکنیم به یادگیری یک زبان خیلی عجله داریم که سریعتر یاد بگیریم و زمان طولانی هم صرف یادگیری میکنیم، به خصوص اینکه گاهی اوقات صحبت کردن بعضی بازیگرا، چهرهای سرشناس یا سریالا، ترانه هایی که ترند میشه و همه دوست دارن بفهمن معنیشون چیه در زبان اصلی، باعث میشه این انگیزه در ما هم به وجود بیاد که با سرعت بیشتری یادگیری رو به جلو ببریم. مثالش هم فیلم‌ها و سریال‌های آمریکاییه که سالیان سال باعث میشن مردم علاقه‌مند بشن به یادگیری زبان انگلیسی، یا کسایی که به عشق سریال‌ها و ترانه‌های ترکیه‌ای میرن سراغ یادگیری ترکی استانبولی، یا در سال‌های اخیر که خیلی‌ها به خاطر ترانه‌های کی‌پاپ رفتن سراغ یادگیری زبان کره‌ای. ولی یواش یواش مشکلات و حواس‌پرتی‌های دیگه که در زندگی پیش بیاد باعث میشه که انگیزه اولیه‌مون رو برای یادگیری زبان از دست بدیم و کلاً زبان برامون میره تو حاشیه. به خصوص اگر داریم به صورت خودآموز زبانی رو یاد می‌گیریم و با معلمی در ارتباط نیستیم، ممکنه سریع‌تر وارد این فاز بی‌انگیزگی و تنبلی بشیم. حالا کاری که امروز می‌خواستم بهتون نشون بدم اینه که چطور میشه یک روتین هفتگی برای یادگیری زبان تنظیم کنیم. خبر خوب اینه که دارم یک کتاب کار یادگیری زبان حاضر میکنم که با استفاده از اون میتونید پیشرفت خودتون رو محک بزنید، روتین هفتگی برای خودتون بچینید و خیلی چیزای دیگه. بیشتر از این صحبت نمیکنم، در ویدیوهای بعدی حتما سورپرایز براتون دارم. خب بریم سر اصول نوشتن یک برنامه هفتگی، یک روتین هفتگی برای یادگیری زبان. من خودم ترجیحم اینه که برنامه‌ام به صورت هفتگی باشه، چون وقتی ماهانه یا سالانه برنامه رو تنظیم کنیم ممکنه یه روز رو مودش نباشیم، یه روز از زیر کار در بریم، یه روز کلا حال و حوصله نداشته باشیم و بعدش وقتی تمرینمون رو انجام ندیم اون حس بد بهمون دست میده که کاش که انجامش داده بودم. به خاطر همین فکر میکنم هفتگی تنظیم کردن برنامه منطقی تر باشه. مرحله اول ایده پردازی برای یادگیری در هفته است. میدونیم که فعالیت‌های مختلفی رو برای یادگیری یک زبان انجام داد که کلن همه این فعالیت‌ها زیر شاخه 4 تا مهارت اصلیه: خوندن، نوشتن، صحبت کردن و شنیدن. بهترین حالتش، خودتون بهتر میدونید، اینه که میکسی از همه این 4 تا مهارت رو داشته باشیم تا به بهترین شکل بتونیم یک زبان جدید رو یاد بگیریم. ایده پردازی برای یاد گرفتن میتونه شامل فعالیت‌های متنوعی باشه. خودتون خیلی بهتر از من با این فعالیت‌ها آشنایی دارید، ولی اگه دوست داشته باشید تکرار میکنم براتون. مثلا برای بخش خوندن، مطالعه یک فصل از کتاب مورد علاقمون، خوندن یک داستان کوتاه، خوندن یک مقاله خبری، خوندن بخشی از یک مجله و یا دنبال کردن گوینده‌های نیتیو در شبکه‌های اجتماعی و خوندن پست‌ها و کپشن‌هاشون میتونه تمرین‌های خوبی برای تقویت مهارت خوندنمون باشه. برای بخش نوشتن، نوشتن خاطرات روزمره، نوشتن پیام برای گوینده‌های نیتیو در اپلیکیشن‌های مثل هلو تاک یا تندم، نوشتن کپشن به زبانی که داریم یاد می‌گیریم در شبکه‌های اجتماعی، باز کردن یه حساب در اینستاگرام و نوشتن فقط به اون زبانی که می‌خوایم یاد بگیریم، تهیه کتاب کار و انجام تمرین‌های نوشتن و یا خوندن جملات به زبان مادری و تمرین برای ترجمه اونها به زبان هدف میتونن تمرین‌های خوبی برای تقویت مهارت نوشتن باشن. در بخش صحبت کردن، بیان کردن اون چه در طول روز انجام دادیم با صدای بلند، تماس با یه دوست یا فرستادن یه پیام صوتی در اپلیکیشن‌های مثل هلو تاک، تندم و یا واتساپ، وارد شدن به اتاقهای زبان در اپلیکیشن کلاب هاوس، صحبت کردن درباره هر کاری که الان داریم انجام میدیم و یا تلفظ کردن کلماتی که در دفترمون نوشتیم میتونن تمرینای خیلی خوبی برای تقویت مهارت صحبت کردنمون باشن. با تمرینای بخش گوش دادن خیلی خیلی خوب آشنا هستید. اولینش خب تماشای سریال ها و فیلم ها، پیدا کردن یوتیوبرهای معروف در زبانی که دارید یادش میگیرید و تماشای ویدیوهاشون، تهیه یک پلی لیست موسیقی از ترانه‌ای که دوست دارید و گوش کردن منظم به اونها طوری که بتونید همزمان باهاش ترانه رو تکرار کنید. برنامه مثل اسپاتیفای یا اپل میوزیک هم خب خیلی کاربردی هست، حالا اگر دسترسی داشتید که خیلی عالی میشه. و آخریش هم گوش دادن به پادکست های آموزش زبان هست. در مجموع میخوام بگم باید کارهایی در طول روز انجام بدیم که مرتب در معرض اون زبان قرار بگیریم. حالا این در معرض قرار گرفتن هم میتونه به صورت پسیو باشه، یعنی شنیدن چیزی بدون توجه به معنیش، یا میتونه به صورت اکتیو باشه، مثل خوندن چیزی یا نوشتن چیزی. همین که در طول روز مرتب با اون زبان درگیر باشیم کافی است که سریعتر بتونیم یادش بگیریم. توصیه میکنم برای هر کدوم از این 4 مهارت اصلی
3-5 تمرین رو انتخاب کنید و در طول هفته سعی کنید اونها رو انجام بدید. مرحله دوم، هفته خودتون رو روی کاغذ بنویسید. خب در این مرحله باید اول تصمیم بگیرید که چقدر زمان میخواید بذارید برای یادگیری زبان در طول روز. همونطور که اول ویدیو هم گفتم، اوایل خیلی حرص یادگیری داریم و بعضا روزانه 2-3 ساعت زمان میذاریم برای یادگیری، ولی در دراز مدت این موضوع جواب نمیده. به خاطر همین من میگم چند هفته اول به خودمون زمان بدیم، ببینیم که چقدر میتونیم زمان اختصاص بدیم برای یادگیری زبان. به لحاظ تجربی میگم همون یه رو 20 دقیقه که برنامه‌ای مثل دولینگو تعیین میکنم برای یادگیری زبان در طول روز، به نظر زمان منطقی و قابل انجامی میاد. حالا دیگه این بستگی به ما داره. ممکنه 20 دقیقه یه رو انجام بدیم، بعد بگیم که انگار میتونیم بیشتر از این هم زمان اختصاص بدیم. بعدش میرسیم به اون نقطه که باید تعیین کنیم از هر کدوم از 4 مهارت اصلی میخوایم روزانه چقدر مطالعه داشته باشیم. من خودم ترجیحم اینه که برنامه‌ام ترکیبی از چند تا مهارت در طول روز باشه. بعضی هم هستن که دوست دارن در طول روز فقط یه نمونه تمرین، مثلا فقط مکالمه کار کنن. شنبه تمرین مکالمه داشته باشن، یه شنبه بشینن یه قسمت از سریال مورد علاقه‌شون رو تماشا کنن، تمرین شنیداری داشته باشن. دوشنبه ژورنال نویسی کنن. کلاً هر چیزی که خودتون دوست دارید، میلتون هست، روی مودش هستید، همونطوری تنظیم کنیم. پس در مجموع تعیین میکنیم که چقدر میخوایم زمان اختصاص بدیم و چی میخوایم کار کنیم. این نکته هم در نظر بگیرید، اگر 1-20 دقیقه زمان تعیین کردید، نهایتاً بتونید 1-2 تمرین رو انجام بدید. بیشتر از اون باید زمانتون هم افزایش بدید. پس اگر زمانتون کوتاه بود، هدفهای منطقی هم تعیین کنید. میتونه یه روز تمرینتون فقط تماشای یک قسمت از سریال مورد علاقتون باشه و 45 دقیقه زمان بهش اختصاص بدید. روز بعد تمرین مکالمتون فقط 15 دقیقه باشه. توصیه آخر، به نظرم هر روز برنامه برای زبان خوندن نداشته باشید، در طول هفته حداقل یه روز رو مرخصی بگیرید. مرحله سوم، پیشرفت خودتون رو ارزیابی کنید. حالا که برنامه‌تون رو تعیین کردید و مشغول زبان خوندنید، چند تا نکته هم بگم درباره ارزیابی وضعیت پیشرفتتون. اول اینکه باید بدونیم یادگیری زبان 2 ماراتونه، نه 2 سرعت. یعنی هر چقدر راه روش مخفی و میانبر یاد بگیریم، باید در نهایتش بدونیم که هر کس به میزان توانایی خودش یاد میگیره. حس بدی نسبت به خودتون نداشته باشید اگر نتونستید مثل بقیه یاد بگیرید. خودتون رو با بقیه هم مقایسه نکنید. ممکنه ماها یا سالها طول بکشه تا متوجه تغییر بشید. برای خودم زمانی متوجه پیشرفتم میشدم که می دیدم مقدار بیشتری از مکالمه ها در سریال های مورد علاقم رو متوجه می شم. یا می تونستم نکات گرامری بیشتری رو در مکالمه هام استفاده کنم. مثلا کاری که الان انجام میدم اینه که یوتیوبر های مورد علاقم در زبان های مختلف رو تعقیب می کنم. هر چقدر اصطلاحات بیشتری رو متوجه می شم، خیلی خیلی خوشحال می شم. به خاطر همین خیلی مهمه که میزان پیشرفت خودتون رو ارزیابی کنید. لطفاً این چند تا سوال رو یادداشت کنید و آخر هر هفته از خودتون بپرسید. آیا فعالیتی بوده که انجامش ندادم و یا اشتباهاً ازش عبور کردم؟ این هفته بیشتر کدوم مسئله اذیتم کرد و منو درگیر خودش کرد؟ کدوم تمرین برام سخت بود؟ کدوم تمرین‌ها رو خیلی خوب انجام دادم؟ تمرینی بوده که به خودم بگم خیلی برام آسون بود؟ آیا برنامه این هفتم متعادل بود؟ از 4 مهارت کدوماشون رو باید سعی کنم بیشتر روشون تمرکز کنم؟ آیا اصلا برنامه این هفتم منطقی و قابل انجام بود؟ آیا باید تمرین‌های بیشتری رو اضافه کنم یا باید از تعداد تمریناتم کم کنم؟ مرحله 4، تعیین هدف‌های بزرگتر. میدونید هر ماه باید هدف‌های بزرگتری برای یادگیری تعیین کنیم. چون خیلیامون سال‌ها میریم کلاس زبان ولی دقیق نمیدونیم میخوایم به چی برسیم و هدفمون از زبان خوندن چیه. خیلی هدف ها میشه تعیین کرد ولی مهم اینه که هدف هامون دقیق و هوشمند باشن. مثلا تعیین هدف هایی مثل میخوام انگلیسی رو روون صحبت کنم، میخوام آلمانی رو مثل زبون مادریم صحبت کنم، میخوام ترکی استانبولی رو بدون اشکال تلفظی و گرامری صحبت کنم، هدف‌های کاملا اشتباهی هن. واقعیتش اینه که این هدف تعیین کردن‌ها هیچ اعتباری ندارن، چون اینا هدف‌های خیلی بزرگ و نامشخصی هستن. اصلا روون صحبت کردن یعنی چی؟ کی میدونه آیا ما داریم فارسی رو روون و بدون اشکال تلفظی صحبت میکنیم؟ به خاطر همین تعیین همچین هدفی اونم برای زبان دیگه کار بسیار اشتباهیه و باعث میشه هر چقدر هم که در یادگیری پیشرفت داشته باشید، چون انگار به اون نقطه نرسیدید، حس کنید هیچ پیشرفتی نداشتید و دارید درجا میزنید. به اضافه اینکه واقعیتش صحبت کردن روان ممکنه سالها و حتی چند دهه طول بکشه. تعیین هدف‌ها باید اینطوری باشه: میخوام در پایان ماه اول وارد برنامه هلو تاک، تندم یا کلاب هاوس بشم و 1 دقیقه در مورد خودم بگم. اسممو بگم، کشورم، سنم، رشتم، کارم و علاقم به زبان.
در حد 1 دقیقه. در پایان ماه دوم میخوام سعی کنم در بخش مکالمه خودم رو بیشتر توصیف کنم، کمی در مورد علاقه هام هم بگم. در پایان ماه سوم سعی میکنم از زمان گذشته و آینده هم در مکالمه هام استفاده کنم. در پایان ماه چهارم یادگیری میخوام سعی کنم یک انشای 300 کلمه‌ای درباره شهر محل تولدم بنویسم. پس هدفامون باید هوشمند باشن، مشخص، قابل اندازه‌گیری، دستیافتنی، مناسب و مختص به زمانی محدود باشن. یادگیری زبان یه مسیر طولانی و بعضن خسته کننده و نامید کننده است. در طی این سالها چیزی که خوشحالم میکنه اینه که میبینم خیلیاتون انگیزه دارید و روزانه دارید پیشرفت میکنید و سعی دارید که زبانتون رو تقویت کنید. خیلیاتون برنامهاتون، هدفاتون و تکلیفاتون رو میفرستید. این برای من هم خیلی الهام بخشه و همیشه تشویقتون کردم و میکنم که حتما سعی کنید در هر سنی که هستید حداقل یک زبان جدید رو یاد بگیرید. به صورت خلاصه در این ویدیو میخواستم بگم که داشتن روتین و برنامه برای یادگیری یک زبان خیلی کمک کننده است و باعث میشه که در بین راه اشتیاقتون رو از دست ندید. اگر هم دیدید چیزایی که در این ویدیو گفته شد به کار شما نیامد، هیچ اشکالی نداره. چیزی تحت این عنوان که حرفای من درسته، حرفای دیگه نادرسته وجود نداره. توصیه‌ای که گفته شد صرفاً تجربه مسیر یادگیری چند زبانی بوده که میتونم صحبت کنم. امیدوارم که این ویدیو مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. اگر اینطور بوده لطفاً لایکش کنید و اون رو برای دوستانی که در مسیر یادگیری زبان هستن و نمیدونن دقیقاً چطور باید بخونن بفرستیدش. برای اینکه ویدیوهای بعدی من رو از دست ندید و همچنین از من حمایت کرده باشید، لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی میبینمتون.